آنتونی بلینکن دیپلمات ارشد آمریکایی با نکوهش بی‌پرده مستقیم و نادر از هند می‌گوید که آمریکا شاهد افزایش نگران کننده قوانین ضد تغییر مذهب، سخنان نفرت انگیز، تخریب خانه‌ها و مکان‌های عبادت اقلیت‌ها و جوامع مذهبی است. در ادامه همکارم گزارشی در رابطه رفتارهای خشونت‌آمیز دولت هند نسبت به اقلیت‌ها به ویژه مسلمانان تهیه نموده که با هم می‌بینیم. گزارش آزادی مذهبی وزارت خارجه ایالات متحده در سال 2023 در مورد هند به حملات خشونت‌آمیز علیه گروه‌های اقلیت به ویژه مسلمانان و مسیحیان از جمله قتل، حمله و تخریب عبادتگاه‌ها اشاره کرده است. در این گزارش نمونه‌هایی از حملات علیه مسلمانان بر اساس ادعاهایی مبنی بر مشارکت مردان مسلمان در کشتار یا تجارت گوشت گاو ذکر شده است. همچنین در این گزارش آمده که در سال 2023 مقامات ارشد ایالات متحده همچنان با همتایان هندی خود نگرانی‌های خود را در مورد مسائل مربوط به آزادی مذهبی مطرح کردند. کارشناسان حقوق بشر می‌گویند هند شاهد افزایش حملات علیه اقلیت‌ها در زمان قدرت گرفتن حزب ملی‌گرای هندو بهاراتیا جاناتا و نخست وزیری نارندرا مودی که اخیراً برای سومین دوره به این مقام منصوب شده است بوده است. تحلیلگرایان سیاسی میگویند که انتقاد ایالات متحده از هند معمولاً به دلیل روابط نزدیک اقتصادی و اهمیت دهلی نو برای واشنگتن برای مقابله با چین محدود می شود. مدافعان حقوق بشر اینگونه سیاست‌های دولت هند را به چالش می‌کشند و به سخنان تنفرآمیز ضد مسلمانان، لغو وضعیت ویژه کشمیر تحت کنترل هند، قانون شهروندی که سازمان ملل آن را اساساً تبعیض آمیز می‌خواند و تخریب املاک مسلمانان به نام حذف ساخت و سازهای غیرقانونی اشاره می‌کنند. در این گزارش همچنین اشاره شد که مسیحیان و مسلمانان تحت قوانین ممنوعیت تغییر مذهب اجباری دستگیر شده اند و در برخی موارد برای آزار و اذیت و زندانی کردن اعضای گروه‌های اقلیت مذهبی اتهامات واهی و ساختگی استفاده می‌شود. گفتنی است که هندوها حدود 80% از جمعیت 1,400,000,000 نفری هند را تشکیل می‌دهند و مسلمانان 14% و مسیحیان بیش از 2% هستند. در این خصوص صحبت کوتاهی داریم با سید نادر آموزگار، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تهران. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای آموزگار، به نظر شما اقدام‌های بین‌المللی همانند گزارش وزارت امور خارجه آمریکا تا چه حد می‌تواند در روشنگری افکار عمومی دنیا نسبت به ظلم و اجحاف دولت هند به مسلمانان این کشور مؤثر باشد و آیا این راهکارها در تغییر رفتار هند تأثیرگذار خواهد بود؟ سلام و وقت بخیر، درود بر شما. به نظر نمیاد که این جور گزارش ها به خاطر طبیعت خود آمریکا که الان تو قضیه غزه ثابت کرده واقعا عادلانه رفتار نمیکنه یا توی برخوردش با مسئله کسایی که اعتراض میکنن در آمریکا به این قضیه، همین قضیه غزه مؤثر باشه، چون مردم بیشتر نگاه به رفتار میکنن تا به اعلامیه‌ها و محکوم کردن های این چنینی. و هندی ها متاسفانه دولت هندوی آقای مودی که از وقتی روزگار اومده فشارهای زیادی رو به مسلمان آوردن، زیاد این قضیه رو متاسفانه جدی نخواهند. از شما سپاسگزارم. سید نادر آموزگار، فعال سیاسی از تهران.